خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 23 ماه نوامبر سال 2018 میلادی، و ببخشید اگر چند دقیقه، 10 دقیقه درست دیر شروع کردم. همینجوری که میبینید در اون استودیوی بزرگی که آخوندا برای ما خریده بودن 1 میلیون دلار نیستیم و از طریق همین برنامه های معمولی با فیسبوک و با یوتیوب و با انکودر خودمون بدون اون استودیوهای مجهز با شما هستیم. امروز در آمریکا روز تعطیلی هست، به خاطر اینکه دیروز انقدر اینجا بوغلمون های بیچاره رو خوردن که حالا همه باید استراحت کنن تا به اصطلاح برگردن به روز اول، ولی نه، همه میرن فروشگاه ها. و همون تو آلمان هم بود دیگه، وایناختن بود چی بود، اینجا از امروز شروع میشه که حقیقتا اینا هر سال هم میارنش زودتر و زودتر. مثلا دیروز دیگه به مردم میگفتن همچین که خونه هر جا هستید، به اصطلاح خونه هر کی هستید میخورید، بعد دیگه بلند شید بیاین فروشگاه. از 5 بعد از ظهر فروشگاه ها باز شده بودن تا 1 بامداد، تا 1 صبح فردا که امروز بود. بهش میگن جمعه سیاه، اینا جمعه سیاه دارن، ما هم تو ایران جمعه سیاه داشتیم. جمعه سیاه اینجا معنیش اینه که از اول سال تا حالا فروشگاه ها ضرر میدادن و توی قرمز بودن، امروز انقدر میفروشن که از قرمز میان بیرون و سیاه میشن، چون اینجا کمبود رو با منفی، با قرمز می‌نویسن، منفی رو مثبت که میشه مشکی، و به همین خاطر بهش میگن بلک فرایدی. خب هر سال زده خورد میشد وقتی ملت میرفتن اونجا وای میسادن اینها. معمولا آدمایی هم که این کارو میکنن آدمای کم درآمدی هستن و میخوان به اصطلاح این کادوهای کریسمس رو که میخرن یک پول کمتری بدن. تو صف دعواشون میشه، یکی تلویزیون رو برمیداره اون یکی میکشه و اینها. دیروز هم باز اینجا تو آلاباما یه نفر کشته شده که هنوز میگن معلوم نیست. الان یه مقداری کمتر شده. خوشنودی میگه من امروز فکر کردم بلک فرایدی هست، شما هم نیستی. باور کن من از 1:48 آمدم نشستم اینجا، این سیستم وید بلستر ما قفل شده بود، کار نمیکرد. منم دیگه گفتم حوصله‌اش ندارم، ولش کن. میخواستم هم برم تعطیل کنم، ولی اونایی که منو با این دوربین میبینن که چقدر واید پهنه، ولی اینایی که منو با این دوربین میبینن که همون مثل قدیم به اصطلاح جمع و جور هستیم. در هر صورت دوستان عزیز، یک نفر جوان گویا اسلحه کشیده و یکی دیگر کشته در مال آلاباما. اگه کسی خبر جدید داره برای من بفرسته تا در حین برنامه بگم، اگه نه که همین چیزایی که براتون گذاشتم میگم. و از جمله یک نوشته ای رو که آقای مجید افراخته در باره حزب کمونیست کارگری نوشته و من این رو برای دوستان آقای بابک یزدی، خانم شیوا محبوبی، آقای مجید آذری، آقای محسن ابراهیمی فرستادم و ببینید ایشون چی نوشته. اول مجید رو بخونیم. نوشته اینقدر نگویید کارگران، من همیشه از کارگران بدم می آمده. موجودات بدبخت زحمتکش و ابلهی بوده و هستند. من از کسانی که مدافع کارگران هم بوده و ادعا کرده و میکنن حکومت کارگران راه نجات بشر هست بدم میآید. من از همه بدم میاد، از آخوند، از مردم، از روشنفکران، از شاه و شازده، از ترامپ و پوتین، از مریم و مسعود و هر چه زرزر کننده و نغنغ کننده ای که ادعای انسانیت میکنند و راههای یکی از یکی مزخرفتری را پیشنهاد میکنند. میزان رأی اکثریت، انتخابات آزاد دموکراتیک، اینا شعاراشونه. میزان رأی اکثریت، انتخابات آزاد دموکراتیک، مشروطه یا فدرال یا سکولار و هزاران کس و نوشتن هزاران چی چی شعر بی‌معنی و محتوای دیگر.
هر آنچه بشر به دست آورده و یا نیاورده نتیجه مدیریت مدیران و نخبگان جوامع بشری بوده و هست. امتهای خر و مردم و روشنفکران در بهترین حالت آن مجری اوامر مدیران و نخبگان بودند. اگر مدیران و نخبگان مدیریتی بر اساس احترام به انسان و انسانیت و طبیعت و محیط زیست کرده اند و یا نکرده اند، جوامع به عقب، جلو و یا به جلو رفته اند و لاغر به همین سادگی. خب من برای این دوستان فرستادم و گفتم که ببینید، یه زمانی من اینجا میرفتم تو کلاس‌های مختلف، کلاس‌هایی هست 2 روز 3 روز، بعضیاش مجانیه، بعضیاش پول میدی، بعضیاش این دانشگاه‌ها میذارن اینا، میری شرکت میکنی، یه چیزایی یاد میگیری. یکی از اون کلاس‌ها برای بیزینس یا تجارت یا باز کردن یه شغل و اینها بود و آقای افراخته همشهریتون از آلمان، آقای اکبری، میگه خب همه هم از تو بدشان میآید. نه، حالا سب بدید، به این سادگی قضاوت نکنید. و میبینید امروز ما حتی نمیتونیم شماره تلفن اینا رو بنویسیم، بماند اب نداره دیگه، شماره تلفن میخوان چیکار؟ این همه ما تلفن گذاشتیم، کی زنگ زد، کی حمایت کرد؟ یه روزم بدون تلفن بریم، یه روزم مثل چیزای دیگه بریم. اتفاقا امروز قرار بود یه آقای دکتری رو ما روی میز تشریح بخوابونیم، یکم قلقلکش بدیم که سیستممون اینجوری شد. و احتمالاً اون دوستمونم میگه ببین میخواستی به من اذیت کنی، خدا و زمین و زمان بهت اذیت کرد. یه آقای از ایران فکر کنم تازگی آمده، چون میبینم هنوز کت شلوارش اینجاش مارک داره. خیلی عجیبه ها، یه چیزی یه دفعه تو ایران رسم شده، این مارک کت شلوار دلیلی که گذاشتن اینجا و دوختنش اینه که شما هی نخواهی یقش رو بکشی بالا ببینی چه مارکیه، همینجوری که آسینش اینجاست شما ببینی. حالا ملت اینو میخرن نمیکنن، حتی میرن میدوزنش که کنده نشه. عجب ملتی هستیم. با طرف دکتره تو کاناداست، میاد به من و شما میگه این قرصای نمیدونم جور و واجور رو نخورید، اینا بده فلانه، ولی کوتش اینجوری یخش که الحمدلله حالا ما از بس گردنمون کلفته کراوات و اینا اندازه نمیشه، این بنده خدا از بس گردنش نازکه یخش اینجوری. خب آقا یک کم درست کن یه پیرن شماره، ببین شمارت چنده، وقتی میری فروشگاه بگو مترت کنن، مجرت کنن، اندازت بگیرن، 16 هستی، 16 و نیمی، مثل ما 18 و نیمی. البته میدونی باید این انقدر دیگه خدا آمریکایی هم کم آوردن که این روزا میگه بیا پیرن مثل خیاطی های ایران. یادش بخیر تو شیراز آقای افشار بود این ور خیابون، بچه کازرون بود، یکی دیگه هم بود اون ور، اینا پیرن میدوختن و پارچه رو میبردی میدادی، همیشه هم بدقول بودن، میگفت هفته دیگه که میرفتی میگفت فردا بیا پرو کن، میگفت آقا تو گفتی هفته دیگه حاضره، میگفت خیلی خلاص. این دوستمون میگه این قرصای جدید اصلا فایده نداره، مثلا برای کلسترول، میگه کلسترول پروتئین بدن شما رو میشکنه و به صورت ادرار از بدنتون بیرون میکنه و بعد مخصوصا در سنین بالا ماهیچه هاتون درد میگیره، ماهیچه هاتون از کار میفته. راست میگه. من خودم یادم اولین باری که اینجا به من قرص لیپیتور دادن، اولا همه اینا میخوان همه اینقدر اینجوری باشن، بعدا فهمیدن اشتباه کردن، آقا یه جایی هست کلسترول باید 2000 باشه به خاطر سرما، به خاطر محیط زیست، و یه جایی هست اصلا این قومی که مثلا از آفریقا میاد کلسترولشون با قومی که از اروپا اومده فرق میکنه، بمانه. ولی این لیپیتوری که ما دادن دور از جونتون، هر روز که از خواب بیدار میشدم انگار که مثلا 2 سرکشتی گرفتی، اونم بعد از 2 هفته نرفتی، میدونن اونایی که ورزش میکنن وقتی شما نمیری ورزش، بعد روز اولی که میری بدنت میگیره، کرخ میشی فلان. خلاصه وقتی رفتیم به دکتر گفتیم افشار در سیمتری سینما سعدی، حالا اون ور خیابون که مشیرنو بود چی بود، افشارم تو خود سیمتری نبود، توی یکیش مشیرنو بود، بعد اون ورتر که میرفت به طرف برق شهردار یه آقایی بود که از آمریکا اومده بود، یکم چاق و توپل و قد کوتاهی هم داشت و
اون همیشه هم این کارت گرین کارتش رو گواهینامه آمریکاش رو به یک جوری بهت نشون میداد، اگر پارسال هم رفته بودی پیرن دوخته بودی دوباره بهت نشون میداد. رفیقم بود آقای افشار، اون با اون ریشش رو اینا. خب این آقای افشار، وقتی آقای اجلالی رو من این داجدم یاد آقای افشار افتاده. خب افشار تعمیرم میکرد، کوتی شلواری چیزی هم میبردی تعمیر میکرد، ولی اون یکی فکر نمیکنه، نمیدونم اونم میدونی یا نه. تو بچه کجا بودی که همه اینا رو بلدی رفه؟ خب پس شما باید منم دیده باشی دیگه، اون فروشگاه نیلوفر، حاج توکل و اون آقای سوربی که یخچال ساز بود و اینها، قاسم سوربی، بعد میرفتی اون پایین تر آقای همایون که یخچال اینا میفروخت. خب میگن که جناب سوربی مرتب صدا قطع میشه. نایه خانم، اول قرار شد شما کامپیوتر خودتو امتحان کنی، برنامه های دیگر رو ببندی، مودم و راوتر رو خاموش روشن کنی، بعد اگر دیدی هنوز قطع میشه به من بگو تا منم بهت بگم که هیچ کارش نمیتونم بکنم. اگه قطع میشد تا حالا 30 نفر دیگه هم به من شکایت کرده بودن، اولیش هم آقای فرزاد شبستری بود، دومش سعید بود، سوم اکبر بود، چهارم آقای خوشنودی بود. ببینید شما وقتی ویدیو استفاده میکنید بندوید، یعنی مثل دیده بودید اون وقتا یکی میرفت حمام، اگه یکی میرفت توالت سیفون میزد، حالا اگه خونهشون سیفون نداشت آب باز میکرد، اون بیچاره جیغش در اومد که آب سرد شد. به این میگن بندوید، پهنای باند. شما ممکنه اینترنتی که دارید برای ایمیل خوبه، بعد عوض کنید. اگر روی یوتیوب منو میبینید برید رو فیسبوک، نمیدونم هنوز این امتحان نکردم که کدومش کمتر بندوید میخواد. در هر صورت ممنونم که گفتید، ولی اگر اشکالی بود دوستان اینجا به من میگفتن. اینجا من دارم میبینم اشکالی نیست، یعنی این والیوم صدا رو میبینم بالا پای میشه. در هر صورت برگردیم به این لباس و اینها. میگه بنده که هر فروشگاهی رفتم دیدم فقط جنس‌های بلجل و مونده و آشغال‌ها رو در بلک فرایدی میندازن به مردم. حالا من یه چی به شما بگم، این کولز تبلیغ میکرد که دوربین کنان 399 دلار. همون دوربین رو بدبخت والمارت بدون تبلیغ بهت میده و مردم میرن تو سرشون میزنن تو صف وای میسن. سرما، یه سرمای اینجا دیروز تا حالا بود که میگفت در 20 سال گذشته همچین چیزی نبوده. باز برگردیم، بله میگن صدا عالی، تصویر پرفکت. خیلی ممنون آقا، اگه یک هم دیگه تعریف کنید میام ازت یه پولی میگیرم، میریم اونجا خواننده میشیم سی دی و اینها، بعد میذاریم تو ماشینت همینجوری که دور میزنیم مجانی میدیم به مردم. در هر صورت این ماجرای بلک فرایدی حقیقتش اینه که چیزای زمستونه رو بدن بره، با وجود که الان داره زمستون میشه، بدن بره وسایل فصل دیگر رو بیارن. همیشه هم این فصل ها هر راجای فصلی بوده. من یادمه این میسیس همیشه میگفت وینزدی سه، و دیگه مردم اصلا عادت کرده بودن که آها این هر روز حراجه. در صورت ناگفته نمانه، با همه اینها شما میبینی اینجا هر سال چیا ارزون تر میشه. امروز صبح من والمارت بودم دیدم یه تلویزیون 65 اینچ فکر کنم زده بود 400. بله آقای سعیدم میگه روی فیسبوک صدا خوبه، یوتیوب هم همینطور. ببخشید که خراب نیست، چون اگر خراب بود خبر بود. نه این بار درست از بس ما بد اخلاقیم، مردمی که اون ما لطف دارن هم میترسن بنده خدا، میگن نکنه یه چیزی بگیم این سوربی مچ پامونو بگیره. نه چون اون روز به این این سعید اون روز گفت کار میکنه، من درست عینکم ندید فکر کردم میگه کار نمیکنه خراب بود، حالا تلفنم وز کنم قطعش کردم. گفت آقا من میگم کار میکنه، تو چرا قطعش میکنی؟ اب نداره دیگه، اینا هم میشه نمک و فلفل این برنامه های ما. خب حالا چون شما اینو گفتی تلفنم روشن کرده. دوستان عزیز شما میتونید با تلفنم برنامه های ما رو ببینید. بله میگه که he is a professional. اوکی اینو میدونم، بذارید من بهتون بگم که این چیز چند بود. نگاه کنید اگه بتونم
بله تلویزیون شارپ، تلویزیون بدی هم نیست، 4K 65 اینچ، والمارت میده 398. اون وقت اسمارت تیوی هم هست، یعنی شما میتونی یوتیوب بهش پرس کنی، میتونی از تلفنت برنامه بهش بدی. اصلا این 400 دلار من نمیدونم پول حمل و نقلش از هر جایی که میسازن، حالا یا چاینا یا مکزیکو. بله میگه که راست میگه، خبر بد زود میپیچه. نه شما ممکنه نبودید اون روز. اون روز ما گفتیم آقا وقتی یه چیزی خرابه بگید خرابه، وقتی یه چیزی کار میکنه خب اوکیه. و این مثل همون ماجرای هواپیمان، این همه هواپیما درست کار میکنه، میان میشینن، هیچکی گزارش نمیده، ولی اگه یکیش خراب شد، اشکالی پیش اومد، اونو همه رادیو تلویزیون ها خبر خراب گزارش میده. 44 تا رئیس جمهور داشتیم، حالا خوب بودن، یک کم بد بودن، هیچ کس صداش در نیومد، ولی این یکی شالاتان احمق، ببینید همه هر روز دارن داد و فریاد میزنن. آقا بلند شده رفته فلوریدا، گفتیم یه دو روز از وجود کثیفش ما نجات پیدا میکنیم. از اونجا توییتر زده تشکر کرده از این مردکه ولیعهد عربستان که زده تازگی این ژورنالیست رو کشته. بهتون گفتم این اگه احمق نبود میذاش این ژورنالیست بیرون از سفارت عربستان کشته بشه، همه مینداختن گردن آخوندا. حالا ببینید آخوندا چقدر خوش شانسن. این مردک اینو برده تو سفارت، اصلا کسی همچین کاری میکنه؟ همین آخوندا به این جنایتکاری همچین کاری تا حالا کردن؟ کسی رو ببرن تو سفارت خودشون سر به نیست کنن؟ این آقای دکتر جلیل بهار یه دفعه رفته بود تو سفارت، به همه زنگ زده بود که من دارم میرم سفارت، به خانمش هم گفته بود وایسا اینجا، اگه من تا یه ساعت دیگه نیومدم به پلیس زنگ بزن اینا. وقتی رفته بود بهش، شما دارید با موبایل نگاه میکنید، حالا دیگه شد دو تا ماجرا. حالا باید ببینید موبایلتون اینترنتش رو خونه است یا اینترنت معمولیه. بعضی وقتا اینترنت معمولی بهتر از اینترنت خونتون کار میکنه، چون اون اینترنت، اتفاقا من وقتی اومدم آلمان دیدم اونجا اون جی فور و اینا میشه جی تو، و اشکال داشتیم یه مدتی با اون نویگیشن یا اون نقشه راهیاب یا هر چی بهش میگن. در صورت خوشحالم که نگاه میکنید یا میبینید، خیلی ممنون که با ما هستید. و اون روزم براتون یه چیزی فرستادم راجع به رجب‌علی صراف. من چون هنرستان میرفتم هر روز از این سه تا بازار رد میشدم و رجب‌علی صراف دیده بودم پولای نو میریخت توی این چیزا مثل تشت، و من گفتم این چیه، چی کار میکنه، یعنی پول میفروشه؟ بعد یکی از دوستان نوشته بود که من دو تومن میخواستیم سوار دو تا تاکسی بشیم، بردم دادم که پول خورد کنم، به هم 18,000 داد، یعنی 2,000ش کم کرد. بعد بهش گفتم آقا چرا کم میکنی؟ گفت خب پس من اینجا نشستم نوکر تو مجانی. این رجب‌علی صراف بود. اون ماجرایی که گذاشتم این بود که میگن رجب‌علی صراف وقتی که چیز بوده به اصطلاح به آخوندا میگه این پول منو بیان بشمارید و فلان اینا، اونام که فوری میگن بیا خمس و زکات ما بده. بعد تصمیم میگیره یک درمونگاهی باز کنه محل فقیرنشین شیراز. کجا بود؟ فلکه یا فلکه مصدق. اسم اون درمونگاه هم درمونگاه مصدق بود. و جالب اینجاست که دختر خاله بابای من اونجا کار میکرد و چه داستانها میگفت از این بیچاره دهاتی هایی که میمدن اونجا شب پشت در میموندن تا صبح باز بشه و اینها. و میگن حالا اونجا رو آخوندا خراب کردن، گفتن چون این با پول رجب‌علی و پول نزول ساخته شده و کردنش توالت. ببینید هر غلطی اینا میکنن بکنن، ما کاری نداریم، گور پدرشو. ولی اون درمونگاه همون موقعی که من تو ایران بودم اون دیگه کهنه و قدیمی شده بود، و از این که اینا فقط خراب میکنن چیزی رو نمیتونن درست کنن هیچ حرفی نداریم. ولی از این که چرا تا حالا 15 تا درمونگاه دیگه درست نشده یا این اون باید صحبت کنیم، ولی اینکه یه درمونگاه کهنه بوده احتیاج به تعمیر، یه چیز خیلی ساده ای هم بوده، 4 تا اتاق و اینها اسمشو گذاشته بودن بله درمونگاه.
سوربی، تلویزیون های ارزون در حراج بلک فرایدی تعدادش محدود است، برای اینکه از چهارشنبه جلو فروشگاه چادر میزنن میخوابن. امروز جمعه دیگه گیر نمیاد، ولی شما را به فروشگاه کشوندن. من رفتم آقا، بود، عکسش گرفتم، بود، این حالا عکسش بهت نشون میدم، اونجا بود، خیلی هم زیاد، همون دم درم گذاشته بود. بعد جالبه، یه زن و مرد آمریکایی همون موقع اومدن گفت که is this real price، یعنی قیمت واقعیه. اون شوهرش بهش گفت بله. بعد یکم که چیز کرده، ببین این من داره بهت میگم، اصلا صبح ساعت چند گرفتم، این نگاه کن، این تلفن ببینی، این برای دوستانی که روی فیس تایم منو میبینی، اینها بود، دم درم، ساعتش نوشته یا نه، اینم برای دوستانی که من روی به اصطلاح یوتیوب و مردم تیوی میبینید. امروز دو دوربینه داریم میریم، خیلی های تک شدیم. بود آقا، بود، اینجور هم نیست، چون خیلی ها دیگه چیز میکنن، از روی اینترنت اوردر میدن و حوصله رفتن اینا ندارن به فروشگاه ها. و نه آقا، قیمت ها اومده پایین، قیمت ها دیگه میدونی تو آمریکا برعکس ایرانه. ایران شما یه رادیویی که میخریدی سال دیگه گرونتر بود، اینجا امسال که امسال چیه، امروز که میخری فردا قابلش تو سطل آشغال یه دونه دیگه رو بری نگاه کنی. اون درموگا آدم سالم اگر میرفت توش مریض میشد. من یادمه مثلا همونجا این دختر خاله پدرمان تعریف میکرد که آمپول دادن به مریض، بیچاره برده داده به بچهش، یادتونه این ویتامین بی آی اینجوری بود، اینجوری گردنشو میزدن، این میرفته میداده به بچهش، هی میخورده، هی فردا میمده بیرون، این دوباره میآورد، بعد آورده گفته این چیه شما میدادین، گفتن بابا اینو باید ببری تزریق کنی، گفته تزریق چیه، اصلا بلد نبوده طرف، کارمون خیلی خرابه. درست آقای خوشنودو چون شیراز بوده میگه اون درمونگا آدم سالم اگر میرفت توش مریض میشد. من یه دلیلی که وقتی دوستی جراحی کرده یا مریضه تو بیمارستانه، بیمارستان سعی میکنم نرم، به چند دلیل. یکیش این که خودم مریض نشم، دوم این که اون بنده خدا که اونجاست بذاریم پرستارا دکترا بهش برسن، کارش انجام بدن، دوران نقاهتش بگذارن، بعد که اومد بیرون اون وقت میریم دیدنش. برای هیچ کم گل نمیبرم، اینو گفتم، حالا به شما میگم، برید چیلدرن هاسپیتال پول بدید به روی اینترنت، کاغذشو برای اون یا رسیدشو برای اون ایمیل کنید که من اینو به نام آقای ای بی سی، اینو به نام خانم فلان کمک کردم به اونها. این چیه گل میبره؟ این گل بردن مال موقعی بوده که بیمارستان ها بوی گند میداده. حالا این گل فروش ها چقدر به ما فوش میدن. اون دفعه اون خانم زنوسی میگفت گل نخرین، بعد حالا ما میگیم گل نخرین. اینا بنده خدا چیکار کنم؟ خب اینم از این. همینجا شما درمونگاه ها وقتی میری، اینه که دیگه الان گله به گله، گوشه به گوشه، دم در میری تو میای بیرون، از این سانیتایزرها گذاشتن که دست تو اینها رو چی کنی. ولی این تنها نیست، واقعا اگه کسی میری بیمارستان باید از این چی بهش میگن، خواستم میگم پوزبند، از این دهنی هایی که مثل فیلتر هوا رو میکشه. از اون بدتر اون دکتر مکترایی که با این لباسای جراحی هی میان تو خیابون، میری چلو کباب میخوریم، این طرف اومده اونجا میگه آقا این لباس رو به شما دادن که تو بیمارستان یا تو اتاق عمل بپوشی، بعد که میای لباس آدمیزادی بپوشی، این چیه؟ تو برمیداری هرچی ویروس و میکروب پخش میکنی همه جا. یادم به این دوستمون کباب بازار گفتم، یا آقای دندون پزشکی بود، بعد رفت بهش گفت، آقا گفته دیگه من نمیام، کار درست میگه، با این لباسه دیگه من نمیام اینجا، و خیلی ممنون که گفتی. گفتم آخه خودشون باید بفهمن، اینو باید بهشون درس بدن. مثل آقا یه مکانیکی که لباس کار میکنه، برش میره ماشین رو تعمیر میکنه، خب این نباید با اون لباس روغنی بیاد بشینه. حالا اون روغنی رو ما میبینیم، اینی که رفته ویروس و میکروب آورده، نه تازه پوزم میده اینجوری، با این یه چیزی هم بهش میگن گان، نمیدونم فلان گاون بهش میگن. anyway کارمون خیلی خرابه، خدا مشکل یکی و دوتا و دهتا و بیستا نیست. امروز چون تو روز تعطیلی هست در آمریکا و اینها، آقای امیر حسین لادن هم کار داشتن نمیان. من از دوستان در حزب کمونیست کارگری هم دعوت نکردم، گفتم که بذاریم یا دوشنبه یا چهارشنبه یا جمعه هفته آینده. آقا گل فروشی آقای
عیسی ترابی، علی ترابی رو میگه کساد میکنی، بیشتر دشمنت میشه، بذار بشه این احمق. واقعا این بهت گفتم، این وقتی سرباز بوده تهرون هشیش مشیش میفروخته، با وجودی که سرباز شهربانی بوده. و این یه دوست دیگه اونم شیرازی بود که خلاصه نمیدونم والا چی بگم. خب نگاه نکن برنامه‌شو، وقتی میاد میشینه تعریف میکنه، مرده که میاد میشینه میگه جیزس عیسی نمیدونم به خاطر من و تو مرد. آقا من چه گناهی کردم که عیسی 2000 سال پیش برای من بری بمیره؟ عجب سیستم احمقانه ای بوده، خدا پسر خودشو میکشه بالای صلیب که گناه من و شما. آخه این چه خداییه، این چه خدایی است، والله نمیدونم. در هر صورت امروز هم من وقتی این دستگاه خراب شد، حالا دوشم گرفته بودم اومده بودم موامم اینجوری، گفتم آقا میدونی چیه، این دستگاه هم میگه برنامه نذار، ولی گفتیم بذار دیگه، حالا پر رو بازی اب نداره. دوستان اگر مایل هستید پیام بذارید، شماره تلفن ما هست 202-695-2573. ممنونم آقای فرخ یه پیام گذاشته، ولی این جوک بیمزه ای رو که دو نفر حالا یا شیرازی هن یا میخوان ادای شیرازی ها رو در بیارن 10 بار شنیدم، اصلا هم جالب نیست که حالا علمش سعی میکنن من خستم پنچرم پلن همش میخوان آخر حرفاشون سه باشه و اینا. در هر صورت دیگه خیلی بیمزه شده جوک، باید اینا یه چیزایی میگن به اصطلاح یه اجراش هم مهمه. اینا هر کسی حالا یه دوربین یا یه تلفنی گرفته دستش ضبط میکنه، بی خیال ولش کن تا بره. و ولی خیلی ممنون که فرخان شما لطف کردی و پیغام گذاشتی. بذارید من ببینم اینجا چیزایی رو که میتونم بخونم، چون امروز قدرت نشون دادن ندارم. ترامپ گفت موجودی، آها گفتم این ترامپ احمق، حالا که رفته اونجا توییت کرده به این پسرک نادان مال عربستان سعودی ازش تشکر کرده، ما از شما ممنونیم که قیمت نفت رو آوردی پایین. بازم بهتون بگم گور پدر این آخوندا، ولی خداییش من اگه جای آخوندا بودم با این دشمنی که عربا به ما دارن یه کاری تو این تنگه هرمز رو اینجا میکردم که اینا یه مدتی به اصطلاح از لحاظ اقتصادی مخصوصا الان زمستون وضعشون خراب بشه. بفرمایید. روزی 4 تا ای به گور پدرت اگر راست بگی. چرا برای شماره تلفن من رو از سیستمتون بردارین؟ 3 روز وقت لازمه برای که دوباره میخواد 3 بار زنگ بزنه. یه روز میگه نمیدونم قصه دانشجویی عقب افتاده، یه روز میگه فلان، بعد نمیدونم. خلاصه اینم باید یه کاریش بکنه. در کلیه بیمارستان‌های شیراز بردن مواد خوراکی ممنوع است. پرلیز عزیز لطفاً به دوربین نگاه کن. آها برای که امروز من 2 تا دوربین دارم عزیز برادر، به خاطر این وقتی به این نگاه میکنم اونا میگن آقا این سربی دیوانه شده چرا با اون نگاه میکنه، وقتی به اون نگاه میکنم دوستان میگن چرا به این نگاه میکنه. حالا میخوای یه کارش کنم، یه لحظه صبر کنم ببینم اگه بشه عوضش کنم بشیم همون یه دوربینه. آقا ما نخواستیم، اصلا به ما نیومده این چی میگن اینجا باید عوضش کنم. نه گرچه دیگه اونم سکراب بهش میگن اون لباس ها رو، مدیکال فیلد نیو یونیفورم. بله آقای فرخ کجا هستی؟ اینجا هستی عزیز برادر؟ ببین باید تو این نگاه کنم. این حالا میگمت که چند تا مانیتور، 3 تا مانیتور، من یه عکس بگیرم الان اینجا به شما نشون بدم، یکم برم عقب، یکم صبر کنیم یه لحظه. اصلا امروز ما اینجا بیایم سیستمونو به شما نشون بدیم که انقدر من دلم میخواست این فرخ شروع کنه برنامه هاشو، بعد وقتی که هی سرش چی میشه به اصطلاح چی میگن شلوغ میشه و اینها، بهش بگم دیدی آ برادر من بهت میگفتم
با وجودی که ما هی میگیم کار ساده یه، ولی همچین هم ساده نیست. بذارید من یه عکس بگیرم همین الان به شما نشون بدم، ببینید اینجا چی میگذره و چه باید کرد. برم اینجا عقب‌تر، برم بازم. بله اینه، گرفت. ببینید به چرخ تا به چرخد. بله این برای اینایی که منو از این دوربین میبینن، اجازه بدید. میبینید مانیتور و سه تا مانیتور و چند تا سوربی و اینها، این برای شما که از رو فیسبوک منو فیس تایم منو میبینید. اوکی، حالا ماجرا چیه؟ ماجرا اینجاست که اگه این کارا رو نکنیم، هی دوستان میگن آقا نمیدونم اینجور شد اونجور شد. الان دیدید تصویر حتی چی هم ریخ به هم، مال یوتیوب هم ریخ به هم. تصویر یوتیوب حدود 40-50 ثانیه جلوتره. آها خیلی جالبه، سوربی فیسبوک کامرا is better view. آره میدونم. و اگر به شما بگم که این فیسبوک کامرا یک کامرای 100 دلاریه، اون کامرای یک کامرایی که ما اون وقتا 4000 دلار خریدیم، حتی یه دفعه تعمیر خواست تعمیرش 800 دلار شد، ولی امروز 100 دلار هم نمیخرنش. یه دیگه این ماجرای تکنیک و اینا. شما این تلفناتون دیدید چقدر پیشرفت کرده، چقدر کوالیتیش خوبه. بله سعی میکنم با این دوربینه بیشتر بیام، خودم هم دارم میبینم. حتی این موها رو میشه بشماری، موهایی هم که نداری میشه بشماری، خط پیرن همه چی معلومه. اونجا رنگش طبیعی تره، این رنگه اینجا آبیه، این رنگه اینجا شده توسی خاکستری، این رنگه طبیعی تره. در صورت و تصویرش هم این 16:9، این یکی 4:3 هست، یعنی 4:12. این یکی تقریبا مربعه مثل تلویزیونای قدیمی، این یکی مستطیل مثل تلویزیونای جدید. تلویزیونای جدیدتر که الان اومده مثل سینماسکوپ میگفتن 70 میلیمتری میگفتن. ما نمیرسیم به تکنیک. میگن اگه میخوای برسی به تکنیک میری اون ته میخری، بیا بنداز دم در، دوباره برو برگرد یه چیز جدید گذاشتن. امروز صبح رفتم تو والمارت به خانمه میگم که این دوربینتون کجاست؟ میگه تو قسمت الکترونیک. یه نگاش میکنم بهش میگم که تو فکر میکنی اگه من میدونستم الکترونیک کجاست از شما سوال میکردم؟ خودش هم خندید گفت I'm so sorry، یعنی متاسفم. بیاین ببینید، میگم ملت بعض وقتا یه چیزایی میگن یه کارای انجام میدن که نمیدونن کجا. بماند آقای ترامپ رفته اونجا، از اونجا برای آقای عربستان سعودی نوشته خیلی ممنون که قیمت بنزین و نفت و اینها رو پایین نگه داشتی. مردمم توی رادیو تلویزیون و برنامه و اینا، آقا این دیگه کیه؟ یه دوستی همین سعید برای من یه چیزی فرستاده بود که آقا این ترامپ معیار همه چیش پوله. گفتم آقا این آقا کار کازینو و پا اندازی و این کارا رو انجام میده. شما اگر پول خوب بهش بدی، همین دخترش، همین زنش که اصلا دختره، حالا زن یکی دیگه است، اونم فرق نداره، همینا رو هم میفرستن برات. اینا فقط پول، فقط پول، همه چیزاش بر اساس معیار. و من نشستم منتظر که این دموکرات‌ها، ولی دموکرات‌ها هم خیلی می‌بخوره، دموکرات‌ها 3 ژانویه که میان ببینیم چه غلطی میکنن. میتونن پرونده های اینو بکشن بیرون و به اصطلاح ببینن که این چه بدهکاری داره به عربستان سعودی، چه بدهکاری داره به راشا روسیه که اینقدر مثل سگ از اینا میترسه. آقا تازگی حالا دیگه در افتاده با چیف جاستیس. چیف جاستیس یعنی این 9 نفری که توی دادگاه عالی چی بهش میگیم توی ایران، اینجا سوپریم کورت بهش میگن. توی اون این رابرت یه آدم معقولیه، آمده اینجا فکر کنم جورج بوش معینش کرده، کسی هم هست که اینو سوگند داد برای البته مهم نیست. میگه آقا تو میگی این که گفته پناهنده، آقا پناهنده قانونا داره میاد، میخواد پناهجو، میخواد درخواست پناهندگی کنه.
این گفته قبول نکنید فرما رو، اصلا برشون گردونید، بعدم به ارتش دستور داده با خشونت بهشون رفتار کنید. دیوانه است آقا، خانم دیوانه است این. من دارم به شما میگم دیگه نگاه کنید، از خود ریپابلیکن ها، شما از شوهر این خانمه هست خیلی هم زشته، عکسش یک برای من بفرسته. نه نمیتونم نشون بدم، ولش بگو اسمش کی بود، کیلین مکیلین، یه همچیز خیلی زشته، اصلا من آمریکایی به این زشتی ندیدم. دهنش از اینجا تا اینجا جیمی فالان عکسش درست میکنه، باهاش شبا خیلی برنامه قشنگ و خنددار درست میکنه. دیوان عالی، بله تو ایران به سوپریم کورت میگن دیوان عالی. این با اون در افتاده، در صورتی که خودش رفته فعلا دو نفر آورده گذاشته که در آینده نزدیک که به درد سر میخوره اونا کمکش کنه. حالا این ماجرایی که فرخ به من میگه تو دوربین نگاه کن، خب حق داره. خود من وقتی با دوستان تماس میگیرم از اسکایپ و بهشون میگم صدا خوبه، تصویر خوبه، بهش میگم شما داری عکس خودت رو نگاه میکنی، میگه که نه دارم شما رو نگاه میکنم. میگم خب شما داری عکس من رو نگاه میکنی، نگاه کن تو دوربین. حتی بهشون میگم انگشتتو بیار به طرف دوربین ببین این یکی، این دوربینه. حالا حتما فرخ میگه آقا این درسته. ببینید باید اینجوری کنم، یکی به این یکی به. خب رسیدن به الکترونیک مد روز پول بادآورده میخواد. آقا پول تو سرشون بخوره، هی شما باید یاد بگیری کار کردن با اینا رو. من الان یه دوربین جدیدی خریدم، شما دوربینای جدید دیدی اون وقتا این بالا رو میگرفتی میگفت دبلیو تی وید و نمیدونم تله و فلان اینا، الان دیگه نداره دوربینا، همش اتوماتیک، همش. بعد اگه خواستی حالا بری تو قسمت منوال او 1001 آپشن و 1001 گزینه بهت میده، دیوانه میشی اصلا. ولی اون وقتا این دوربینه رو میگرفتی دستت اینجوری میکردی میرم جلو، اینجوری میگردی برمیگشت، الان اونو برداشته و شما باید اینجوری کنی بری جلو، اینجوری کنی بیاد عقب، اگه خواستی آتو فوکس کنی اینجوری کنی اونجوری کنی. دوربین ها جفت هم باشه درست میشه. چشم بذار برات اینو بزنم بیاد اینجا. بیا این یادم آقای فولادوند یه دوربینی وقتی که به مرداد مهران صدری گفتن چی بخریم و اینها، خب اون وقتا این کنونا دوربین های جمع جور خوبی بود، هم XL2ش هم GL1 هم GL2، هر کسی بستگی به بودجش. بعد وقتی میخریدی یه ریموت هم همراهش میومد، این فولادوند خیلی خوشش میومد، این ریموت رو میذاشت میگفت اینجوری نشون میده، بعد میآوردش نزدیک بعد میگفت با هم باشیم با هم باشیم. حالا منم اینجوری. معذرت جناب سربی گرامی، منظور بردن گل و موارد خوراکی در بیمارستان های شیراز ممنوع است. باریکلا این دوستون آقای رحیم نگهبان میگه گل و مواد خوراکی. مواد خوراکی همینجا تو سینماها هم میگفتن نیارین، البته اونا دلیلشون این بود که خودشون بهت بفروشن. بعد وقتی میخریدی هم میگفت تو سالن نمیتونی بری، بعد دیدن چون این کارو میکنن کسی که دیرش شده نمیاد بخره چون تو سالن نمیبره، الان تو سالن میبری، الان تو میتونی مشروبم هم ببری. همین وارنر تیاتر اینجا الان خوراک بیرون میفروشه، چیپس میفروشه، مشروب میفروشه، میتونی تو سالنم ببری. بذارید ما اینو بکشیم بیاریم این ور، این دوربینه رو. آره این دوربینی الان میاد زیر این، شاید شما ببینیش. حالا چی خوب شد دیگه، راضی شدین؟ عجب ما مشتریای چیزی داریم. حالا اونایی هم که خیلی چیز باشن باز میفهمن که من پلکم تو اینه یا پلکم تو اونه. دوتاشو گذاشتم زیر هم دیگه. بله مرسی. خب سوربی، من فکر کنم کارخانه وسایل الکتریکی منتظر من هستن که به محض اینکه خریدم یک هفته بعد قیمتش نصف میشه. درست میگی، این کاسکو هم اینجوریه، اولی که یه چیزی رو میاره قیمتش خوبه، شما میری میخری، بعد میبینی آقا همه بیرون هم همین قیمت میشه یکی دو هفته بعدش. بعضی وقتا اینها، این دوربینه رو میبینید شما، این 99 دلار بوده الان فکر کنم 50 دلاره، دوربینای لاجیتک. اصلا من میخواستم با این بیارمش. اینو یه دفعه من اومدم سال 2004 اومدم کالیفرنیا اینو خریدم،
این فروشگاه چینیزا و اینا دارن، خیلی جالب. بعضی وقتا که نشستی اینجوری پشت خودت میتونی بخارونی دیگه، کس نخارد پشت من جز ناخن و این انگشت من این شده. یه قرقرم داشت که کندم انداختمش بیرون. خلاصه این ریموت کنترل ما اینه آقای فولادون، برای که من ریموت کنترل اون دوربین رو اصلا تو باکسش سال هاست که نیاوردم بیرون. خب تا الان برای شما چیزی نگفتم. آقای سلیمانی یه ویدیویی فرستاده بود که ایران مسئله به اصطلاح کم آبی اینا که نتونستن حل کنن، ولی شانس آوردن یک منبع زیرزمینی بزرگی پیدا شده. بعد میگه حالا امیدواریم که اینایی که مخالف به اصطلاح رژیم هستن دیگه برای اینم شایعه نسازن. نمیدونم والا، بعضی وقتا میگم اگه یه حرفی بزنی، بهتون گفتم یه احمقی اون دفعه برای من نشون، آقا خوب شد شما برای چی چهله عاشورا لباس سیاه پوشیدی. گفتم آقا اصلا من خبر ندارم عاشورا که یه تاسوعا که اگه با این حماقت شما بخوای بری پیش، حتما حالا میگی این خطای مشکی این پیرن برای بوغلمونایی که دیروز اینجا کشته شدن یا خورده شدن. برو آقا دنبال کارت. بعد دیدم اصلا کلا آدم احمقیه، چیزش کردم بلاکش کردم. خب این ویدیوی سلیمانی رو هم گذاشته بودم نشونتون بدم که متاسفانه خوردیم به این معضل این مشکل. و اما آقای مجید افراخته رو خوندیم، ترامپ موجود گفته موجودیت اسرائیل بدون عربستان به مخاطره میفتن. حالا شما نگاه کنید به این آخوندار، شما باید بگین کاسه های گرمتر از آش یا داغتر از آش. آقا اون مسلمونه با اون یهودیا، اونا با هم ساختن دو بار، یه بار مصر با اونا، یه بارم الان که نوکر هم دیگه هستن. اون وقت شما شیعه هایی که حتی مسلمونا قبولتون ندارن، شد این کاسه داغتر از آش، هی مرگ بر اسرائیل، مرگ بر این، برید آقا دنبال کار زندگیتون، بذارید مردم زندگی کنن. اینم از این ماجرا. بله ترامپ گفته موجودیت اسرائیل بدون عربستان به مخاطره میافتد. شمارش معکوس برای دوئل اسپانیا و بریتانیا، برگزیت این متوقف می شود. می دونید که این خارج شدن انگلستان از اروپای یا اتحادیه اروپا میگن 2 سال طول می کشه. الان هم توی این کاراش موندن و این آقا خانم ترسا چیه؟ میه چی اسمش؟ می ترسا 6 تا از وزیراش هم استعفا دادن. جالب اینه که این یه چند تا از این وزیرا کسایی بودن که موافق خروج انگلستان از اتحادیه اروپا شدن، ولی از همون اول اینا دل وارد شدن نداشتن، به همین خاطر پولشون هم عوض نکردن بکنن یورو، دیدید همون پاند موند. و خود این یکی از دلایل به اصطلاح یونایتد نشدنشون بود. حالا هم که دیگه موندن توش که چه باید کرد. نفت ایران 30% ارزان شد، طلای سیاه در کف قیمت 1 سال گذشته. این فارسی نوشتن این دوستان من نمیفهمم. حمله به کنسولگری چین در شهر کراچی دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. جستجوی نشانه های حیات روی سیاره سرخ مریخ نورد اگزومارس را بیشتر بشناسیم. طرف گفت آقا شما دارین میرین میخواین کره مریخ رو ببینید میشه روش زندگی کنیم یا نه، ولی دارید اینجا رو که کثیف و خراب میکنید، به حدی که میگید اینجا که خراب شد میریم اونجا، خب همینجا رو تمیز نگه دارید، همینجا رو به اصطلاح درست کنید، چرا حالا دارید میرید اونجا هی عکس بگیر و خرج کن و اینا که نمیدونم چند صد هزار سال پیش اینجا آب دیدیم، اینجا نون دیدیم، اینجا فلان دیدیم، همینجا رو که داری فعلا درست نگه دار. میگه که ای کاش این منبع آب پیدا نشده بود، چون از روی ناآگاهی این را هم خشک میکنن. اینم یه حرف خوبیه. حالا نمیدونم این منبع ماجراش، اگه تونستیم فیلمش رو روز دوشنبه بهتون نشون میده.
میگن که جلیقه زردهای فرانسه چه کسانی هستن؟ میدونی که تظاهرات خیلی بزرگی بود، اگه اشتباه نکنم یه نفرم کشته شده، ولی بذارید ببینیم چیه ماجراش، چرا تو فرانسه چنین اعتصابات و اعتراضاتی راه افتاده و اینا کی هستن. میخواستم بهتون نشون بدم، نمیتونم الان. نوشته که فرانسه، جلیق زردهای فرانسه چه کسانی هستند. میگه امروز 23 نوامبر، 7 آذر ماه، دوم آذر ماه، ببخشید این 23 هم نوشته بود مثل 73، 23 نوامبر، دوم آذر ماه، ششمین روز پی در پی از تجمعات اعتراض شهروندان فرانسوی است که خود را جلیق زرد نامیدند. این اعتراض خودجوش که زمزمه های آن از پایان ماه اکتبر در شبکه های اجتماعی به گوش رسید، از روز 17 نوامبر یعنی 26 آبان با تجمع در بزرگراه ها، میادین اصلی شهرها و عوارضی ها در سر تا سر فرانسه آغاز شد. روزنامه فرانسوی لیبراسیون در باره اولین جرقه های اعتراض می نویسد که دو راننده بین شهری جوان اهل سن مرن، شهری نزدیک به پاریس، روز 10 اکتبر در صفحه در فیسبوک فراخوانی برای راهبندان سراسری در اعتراض به افزایش قیمت سوخت را به راه انداختند. فراخوانی که بیش از 200,000 نفر در فیسبوک قول شرکت در آن را دادند. عجب احمقای هستم. آقا بیا مثل ما فراخوان بده چهارشنبه سوری برید ترقه بزنید پشت سر زنای حامله، بعدم اعلام کنید پیروز شدیم. ما گفتیم چهارشنبه سوری شما بیاین بیرون، شما آمدید بیرون. این کارا چیه؟ مثل آدم اعلام میکنید، مثل آدم میرید تظاهر میکنید. بگید آقا نمیدونم 32 مهر ماه مدرسه نرید. کی بود این؟ یا یه روزی اول مهر گفته بود مدرسه نرید، بعد اول مهر گویا جمعه بود تعطیل بود. این روانی تیمسار روانی. خب جلیق زردها چه کسی هستن؟ شهروندان فرانسوی که در اعتراضات سراسری علیه افزایش مالیات سوخت، این مالیات سوخت، این آقای مکرون هم مثل که خیلی وارد نیست، جوونه و بی تجربه، مونده تو کارش، روی سوخت مالیات زیادی کشیده و مردم اعتراض کردن، گفته اگه این کار رو نکنیم ما نمیتونیم مخارج و هزینه به اصطلاح دولت و اینها رو در بیاریم. همینجا راجع به هزینه وایسید. دولت ایران بودجه سال 1398 رو که نشستن به اصطلاح پیش بینی کنن و اینها، بر اساس نفت بشکه 70 دلار پیش بینی کردن. الان شده نفت بشکه 50 دلار، اینا از همین الان کمبود دارن. اینا که همیشه کمبود نداشتن چه مملکتی میچرخوندن، حالا که دیگه کمبود هم دارن. صبر کنیم و ببینیم چه شود. خب این ماجرا، عکسایی هم هست به همون چیزی که من گفتم، قشنگ اومدن جاده رو بستن. وقتی 1000 نفر 200 نفر تو جاده وایسن، کامیونی که نمیره روشون بکشتشون، تازه خود این کامیونم پارک میکنه میاد اونجا. ولی این که نمیدونم روز فلان 9 شب چراغها را خاموش کنیم، آخه مرد که این نادان، آقای دکتر فروتن احمق، در کالیفرنیا یا حتی در ایران خاموش کردن چراغها چه آسیبی به آخونده میرسونه؟ یه سری گفتی جنبش هسته، یه سری گفتی جنبش پسته، یه سری گفتی جنبش پول خورد. آقا روانی هستید شما، آبروی هرچی جنبش دنیا هم هست بردی. این هم از این. خب بذارید من ببینم دیگه براتون چی گذاشته بودم که نشون بدم و بخونم، تا اوناش که میشه میخونیم، اوناش که نشون دادنیه میذاریم برای دوشنبه. آها یه عکسی نشون دادم تو این هول و هوش کشتارها و مدرسه ها شوت میکنن تو آمریکا و این دوره ترامپ، از همه رئیس جمهورها و اینا بیشتر به اصطلاح آدم ها عصبانی شدن، رفتن توی مدرسه، رفتن توی کلیسا، رفتن توی سنگال مال کلیمیا و اصلا دیگه اینقدر بده که دیگه آمارشو نمیگن، اعلام هم نمیکنن، چون میگن وقتی اعلام میکنیم یه دیوونه دیگه هم بلند میشه میره. حالا همین امروز من نمیدونم اگه این تصویر رو بیارم اونجا میبینید یا نه، آمده عکس اسلحه اتوماتیک مسلسل. میدونید ما میگیم هفتی تفنگ، مسلسل، مسلسل یعنی تق 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 اتوماتیک میزنه، مثلا اوزی یا یوزی تو ایران میگفتن، مسلسل بود. جس
دو رقم بود، یکی تفنگ میشد تکتیر، یکی هم میزدی مسلسل بود رگبار بهش میگفتن. داره تبلیغ میکنه، میگه بلک فرایدی، روی فرایدی خط زده نوشته بلک رایفل ویکند. خب حالا بعد نیست ما با این سیستم تیو اینجوری نشون بدیم، چی میگن عکس بگیریم، میگن که احتیاج مادر تمام اختراعات و صنایع است. حالا ما هم امروز این سیستممون کار نمیکنه که به شما نشون بدیم، بهتون اینجوری نشون میدیم. واو چقدر بزرگ است این ماجرای این فوتو. بله ببینید من الان عکس اینو میگیرم، ببینید بلک فرایدی رو این اسمشو نشون نمیدیم، البته چیپر دن دیرت. ببینید خب نگاه کن، ببینید صبح اول صبح شما بعد از این که حالا یا با فامیلتون بودین یا با خانوادتون بودین یا با خانواده و فامیل بودین، یه روزی رو به عنوان روز شکرگزاری، روزی که آقا ما آمدیم آمریکا از گرسنگی میخواستیم بمیریم، این بدبختای بومی اینجا به ما یاد دادن چگونه پوتیتو بخوره اینا، که حالا تبدیل شده به چگونه مرغ بوغلمون بخور. بعد از روز شکرگزاری شما صبح میای اینجا بهت میگه این مسلسل بیا بخر. خب این مسلسله رو برای چی میخواد یه آدم معمولی؟ تا عصبانی شد مسلسلش رو در میاره، فامیلش رو طرف زن و بچه و یا زن شوهر و بچه و اینا رو میزنه میکشه. بعد هم میگن جنون لحظه ای. حالا اینا که دیگه یه چیز دارن به نام پشن فلان، یعنی جنونی که یه دفعه از طریق اون ماجراهای عشقی و فلان اینها میگیرن. اینم از این خاموش کنیم اینو. اینم بعد سیستمی نیست اینجوری بذاریم مانیتور. آها دیدم این مثلا عقب افتاده که این فخرآور یا اون یکی عباس نمیدونم چیه فروهر کیه، اینا به جایی که مثل ما این سیستما رو بخرن اومده یه تلویزیون گذاشته اینجا. فکر بدی هم نیست، اولین بار فکر کنم این فخرآور این کاری کرد و اسم فیس تایم و فیسبوک و اسکایپ رو هم گذاشت اسکایپ یه چیزی اینجوری، ولی فکر جالبی بود. البته چیزها رو برعکس نشون میده و همیشه تلویزیون روشنه، هر وقت دلش میخواد زنگ میزنه به یه کسی، این تلویزیون میشه مانیتورش، اونجا نشون میده. من اگر زودتر میفهمیدم که این پروگرام کار نمیکنه، اینجا مانیتور دارم، این مانیتور یکی دیگه براتون میارم. اینا اون خرج و مخارجیه که ما هی چپ و راست میبینید میذاشتم اینجا براتون نشون میدم. اینا اون چیزی که ما به شما میگیم که اگر لطف کنید حمایت کنید ما هم وسایل بهتر میخواییم. میگه که آقای توماس فقی، نمیدونم چرا به فارسی نمینویسه، میگه به خاطر گران شدن بنزین و گازوئیل و و و و و یک خانم هم کشته شد و فردا جلیق زردها گاره نمیدونم ولی در پاریس تظاهرات کنند. خب این ماجرای کشته شدن اینا همه میگن تظاهرات و اینها بالاخره ضرر داره، اون کسی که میره تظاهرات کار نمیکنه، پول در نمیاره، اونم ضرر داره، ولی همه امیدشون اینه که این ضرراری که میدن حتی بعضی جاها خرابی به بار میاره، بعدش این هزینه بهبود بعد باشه. و اما جبهه ملی ایران، اون روز من گفتم که این آقای زرابی نوشته ای رو فرستاده بود ولی پس و پیش شده بود مثلا ششم بیانیه موجودیت اعلام ملی جبهه ریخته بود به هم. امروز آقای بهمنفر لطف کردن درستش رو فرستادن و چقدر خوشحالم، یعنی دیگه مشکل ما حل شد. ما اولا نمیدونم مگه جبهه ملی موجود نبود، مگه وجود نداشت که دوباره اعلام موجودیت کرده. میگه بیانیه اعلام موجودیت جبهه ملی ششم. یعنی چی دوستان؟ یعنی ما 5 تا جبهه ملی داشتیم، این ششمیشه؟
یا این ششمین بیانیه است یا این ششمین اعلام موجودیت تو رو خدا یکی بیاد به ما فارسی یاد بده. آقا ما که گناه نکردیم که، میگیم ما فارسیمون خوب نیست، شما بیا از جبهه ملی اگه هستی، آقای بیژن مهر، آقای کوروش زعیم، آقای بهمنفر، آقای زرابی، دوستان دیگه، بیاین به من فارسی یاد بدین. یعنی چی؟ بیانیه اعلام موجودیت جبهه ملی ششم. اولا همین که می‌نویسین دیگه احتیاج نیست بیانیه رو بنویسین. می‌نویسی اعلام موجودیت جبهه ملی یا ششمین اعلام موجودیت یا مثلا اعلام موجودیت جبهه ملی شعبه ششم به نام ملت بزرگ ایران. بعدم براتون خوندم یه 15-20 نفری اونجا هستن، همم پیروپاتار، جوانترینش آقای کوروش زعیمه، یکی میشه سردفتر، یکی میشه سردختر، یکی میشه رئیس، یکی میشه هیئت امنا، همه رو بهشون یه شغل و یه منصبی میدن که طرف دلش خوش باشه، هم در جبهه ملی عضو، هم یه صاحب چی میگن صاحب یه مقامی هست. یکی ازشون بپرسه آقا شما که با بختیار اونجوری، شما که در زمان مصدق اونجوری، این 40 سالم نه بختیاری بوده نه مصدق، شما چه کار کردی؟ حالا این بیانیه چی میگه؟ چی میخواین از مردم؟ من که نفهمیدم. خب میگه اینجا برای فروش اسلحه از شخص بک‌گراند چک نمیگیرن. چرا میگیرن؟ چرا؟ ولی بیشتر وقتا اسلحه رو میفروشن، میره بعدن میگن آقا این مشکل پیدا شده بود، گزارش نشد. بک‌گراند چک یعنی سوء سابقه، یعنی کسی که مثلا یه جای اشکال پیش اومده باشه. و یه چی بهتون بگم، اینجا اگه مثلا بچه قبل از 18 سالگی یه جرمی انجام داده باشه، 18 سالش که میشه پروندهش دوباره پاک میشه. اونایی که میرن زندانهای بچه ها و اینها، 18 سالشون که میشه انگار که این تازه دنیا اومده. اگه بک‌گراند چکم کنن پیدا نمیشه. بعدم بک‌گراند چک میکنن، آقای تا دیروز خوب بوده، امروز طرف آمده آقا تو شرکت نفت کار میکرده، رفته زنشو کشته، بچه هاشم کشته، زنشو انداخته تو تانک نفتی و فلان اینها. قاضیه میگه آقا من حسن همچین جنایتی تا حالا ندیدم، نشنفتم، نمیدونم چی کار کنم با تو، تو دیگه چه جونوری هستی؟ برای چی؟ برای که میخواستن بره با یکی دیگه. آقا اینو طلاق بده برو دنبال کاره. بله، NRA is the only organization that do not use computer for record. باورت میشه؟ NRA National Rifle Association میگه تنها ارگانیزیشنی هست که هنوز در قرن 21 کامپیوتر استفاده نمیکنه. البته کاری با اون نداره، شما وقتی میری اسلحه بخری با فکس یا با کامپیوتر قراره که از FBI و از جاهایی که قرار سابقه ما رو داشته باشن، پلیس و اینا بگیرن. من خودم یادمه آخرین باری که اسلحه خریدم یه فروشگاهی بود بهش مثل جنرال استور وسط بر بیابون، داشتیم میرفتیم مثلا به طرف وست ویرجینیا، زدیم بنزین بخریم، وایسادیم یه اسلحه چیزم خریدیم، اتفاقا پیرنش و یه پیرنم بهمون داده، کم مونده ما لختم بشیم اینجا جلو تلویزیون. ابنم بیا بذاریم این پیرنه، میبینی؟ بیا. میگه everyone speak German، یعنی همه آلمانی حرف میزنن. بعد اینجا هم نوشته perfection، عالی دیگه، top of the line. این اسلحه چیه؟ بگید دیگه. این اسلحه آلمانیه، خدایا اسمش یادم رفت. بله، وقتی رفتم اونجا طرف گفت که یه چند دقیقه طول میکشه، اسم و فرم اینا رو میدی بعد فکس میکنن، بعد وای میسه پای فکسش که اونا بهش جواب بدن. خب ما هم گفتیم حالا طول میکشه بریم یه ساندویج میخوریم، خودش هم اون تهش ساندویج فروشی و نوشابه داره. همچنین که رفتیم ساندویج بگیریم صدا زد گفت حاضر شد، دو دقیقه هم نشد، تازه الان اون موقع با فکس بود، الان که با کامپیوتر از اینم سریع‌تر. بعد تازه راه داره، اونی که میخواد
بدون، یعنی با وجود که سابقه بد داره، نمیره از راه قانونی بخره، که از راه بیقانونی میخره، یا تازه میره این جایی که به عنوان بهش میگن گانشو، دم دری که شما میخوای بری یه جای نمایشگاه هست، اسلحه ها رو گذاشتن بیرون، مثل دستفروشا تل علافا یادتونه دم گودربون میگفتن سر تل علافا این پالتوهای ارتشی میفروختن، پتوهای ارتشی میفروختن، اینا همینجور اسلحه بهت میفروشه، اونم که میفروشه نه اون تعهد داره که سو سابقه شما رو چک کنه، سابقه شما رو چک کنه، نه شما وظیفه داری که بهش بگی اصلا کی هستی، حتی گواهینامه تو بهش نشون بده. بله سوربی، سر ساعت گذشت، برنامه عقل بشر چی شد؟ آقا امروز جمعه است، امروز که چهارشنبه نیست، چهارشنبه برنامه عقل بشر رو گذاشتیم، برو برنامه قبلی رو نگاه کن، خودت رفتی تفریح، بلند شدی رفتی مکزیک، حالا اینجا قاطی میکنی؟ منم بعضی وقتا روزا رو قاطی میکنم. خیلی ممنون. اینم از این. دوستان عزیز، ساعت 3:10 است، من یک ساعت برنامه اجرا کردم، یه 15 دقیقه یا یه نیم ساعت دیگه با شما باشیم بریم. خبر خوب، برنامه شماره 201 آقای حسن ارشاد رسید و هم ساعت 4 از تلویزیون مردم پخش میکنم، هم روی فیسبوک میذارم، شما هم اگه میخواین باشون تماس بگیرید، هم شماره تلفن خودشونو گذاشته، هم با فیسبوک میتونید تماس بگیرید، هم میتونید با من تماس بگیرید، پیام بذارید، پیام شما رو منتقل میکنم. یعنی دیگه همه راهی که شما بخوای نظرتو بگی هست، حاضر خوب. و اما فلی مارکت میگفتن یا فلو مارکت، اونجا میگفتن فلو مارکت. من یه انبردستی از اونجا خریدم، یک مارک هنوز دارمش، 34 سال پیش. این دوستمون جواد گفت بیا بریم فلو مارکت، گفتم فلو مارکت چیه؟ اینجا میگن فلی مارکت. و بعد رفتیم دیدیم آقا مثلا یه چیز 20 دلاری رو میگه 10 دلار، 5 نمیدونم 50 فنیک وقتا میگفت. بله آره، همون مثل بازار اونه، ولی من اونی که میگم تو شیراز سر تل علافا من از اونجا یه دوچرخه خریدم، بعد یه مدتم پلیس گرفتمون، گفت این دوچرخه دزدیه، گفتیم چه خوب شد ما با همسایه‌مون که پاسبانه رفتیم اونجا خریدیم، خود پاسبانه اومد شهادت داد که اصلا من اونجا بودم، این خریده و کی گفته دزدیه، گفتن نمیدونیم، گفت خب خلاصه سند بهمون دادن. حالا تو ایران سند، گواهینامه دوچرخه، خودشون اینقدر میدزدیدن خبری نبود، ولی ما یه دوچرخه خریده بودیم 150 تومن، گرفتنم زور گشنه از این هنرستان که میمدیم، یه پاسبانی وای میساد دروازه اصفهان، هم اونجایی که مجسمه فردوسی بود، ما رو میگرفت که ما مجبور میشدیم از اون پشت بریم. یه کوچه قرعه‌آشتی بود، این کوچه قرعه‌آشتی انقدر دوستان باریک بود که اگه دستمون اینجوری میگرفتیم به فرمون، دستمون زخم میشد، به دیوار میم، دستمون رو باید میذاشتیم اینجوری که با این دوچرخه ما بتونیم از تو این کوچه بریم. اگه یه بیچاره میمد که یا باید اون عقب عقب میرفت، یا ما، به خاطر همین میگفتن کوچه های قرعه‌آشتی. بله فلو مارک تهشو نمیخونن. دستان ممنونم، آقای مایک گلشنی هم با ما دوست شد، خیلی ممنون، امیدوارم دوستیامون دوستی باشه، دشمنیامون هم مخالفت باشه نه دشمنی. من که شما رو نمیشناسم، شما که منو نمیشناسی، خب بیا مثل آدم حرف بزن، من نمیذارم حرف بزنی، خودت برو وایسا حرف بزن. حالا ما هم قرار بود با این آقای دکتر یک کمی ویدیوش هم نشون بدیم، بعد بهشم بگم اگه میخواد بیاد تو برنامه صحبت کنه که این سیستممون اینجوری شد. اب نداره. بله اینجا فلی مارکت، فلی مینز شپش، من فکر میکردم این پشه و حشرات و اینا رو میگن، اینجا هم هست، اینجا هم شنبه ها بعض وقتا میرن، من وقتا میرفتم ازشون آچار میخریدم، مثلا آچارهای چینی، وقتا که مثل اینترنت نداشتیم که هی زری بزنیم از چین برامون پست کنه 10 روز دیگه برسه، هی باید میرفتیم اینجا و چقدر هم خوب بود. یه بسته آچار انقدی ما بخریدیم 30 دلار، اگه میخواستیم از جنس آمریکاییش بخریم واقعا 300 دلار هم همچین چیزی بهمون نمیدادن. دوستان عزیز ممنون و متشکرم که شما هم هستید، حتی اگر یه وقت یه روزی فشار این
دستگاه ها کار نکردن و اشکالاتش میاد گریبان ما رو میگیره، شما هستید که کمک کنید و مشکلات رو ما فراموش کنید. میگه هزاران تاج سلطانی، 200 تخت سلیمانی، فلک بستاند از دستت به آسانی، که این تخت بلند جا نه بر شاهان سامانی وفا کرد و نه بر پرویز ساسانی، که این رسم فلک باشد نه شاهنشاه بشناسد نه روحانی. اسم پرویز آمد، پرواز با پرویز. آقای پرویز هوشمند، ممنونم از شما، لطف کرده بودی، پیغام گذاشته بودی و چشم، من به شما تماس میگیرم. دلیلی که دیروز تماس نگرفتم احترام خاصی به شما و خانوادت و تعطیلی و اینها بود. امروز هم که حتما گرفتار هستید، چون این برنامه آقای اندی است در شهر. دیدم که شما همیشه دوست و یار و یاور پسرتون بودید و هیچی بهتر از این نیست که پدر و پسر، پدر و دختر با هم دوست و رفیقم باشن. و خیلی خوشحالم وقتی من شما رو میبینم، یه خانواده به این محترمی. و شما لطف کرده بودی یا بعد از برنامه یا حین برنامه پیغام گذاشته بودی که سوربی به من تماس بگیر تا من به اصطلاح ترتیب بلیت رفتن به آلمان رو بدم. میگم این نوشته بود $347. وقتی ما زنگ زدیم، ایمیل فرستادیم، بعد گفت زنگ بزن، گفتیم آقا دیگه کسی که اینترنت داره نمیخواد تلفن بزنه، گفت نه سیستم ما هنوز اینجوری. وقتی زنگ زدیم آقای پاکستانی هم بود، گفت $1000. گفتیم نه بابا ما $1000مون کجا بود. حالا اگه شما بتونید از اون دوستانی که باهاشون کار میکنید، یه چیزی هم شما گفتید، اون شرکتایی که بلیت به اصطلاح بلیتای دست جمعی میفروشن، شما به شما میدن شما میفروشین، اگه بتونید بگیرید ما هم آگهیشون اینجا پخش میکنیم تا حتی بهار، خوبه، تا نوروز خودمون. اینم از این. خب دوستان ممنون و متشکرم و خیلی ممنون. یکی از دوستان ما بهش گفتم این انصاف نبود که شما آمدی و ترامپ انتخاب کردی، انداختی به خیگ ما و رفتی خودت یک کشور دیگه. سپاه پاسداران گفته پایگاه‌های آمریکا در منطقه گوشت زیر دندان ما هستن. آقا مبارکتون باشه، ولی یه وقت این گوشتی که میخورین استخون نداشته باشه تو گردتون بمونه خفتون کنه. برید دنبال کارتون. شماها قرار بود نمیدونم صلح و دوستی و اسلام، حرف صلح و حرف نمیدونم برادری و اینها هست در دنیا باشید. از روزی که اومدید هی موشک، حالا دیگه موشک قدر یک یا قدره، نمیدونم این قدره یا قدره، اینم اشکالات فارسی. موشک قدر یک نوشته این ایران بارها تاکید کرده قدرت موشکی این کشور قابل مذاکره نیست. خب بومیان جزیره دور افتاده در خلیج بنگال یک جهانگرد آمریکایی رو کشتن. خب بدترین سال در تاریخ بشر چه سالی بود؟ دانشمندان پاسخ میدن، نمیخوایم آقا بدونید، چه دردی از ما دوا میکنه. دانمارک مجوز صادرات تجهیزات نظامی به عربستان سعودی را به حالت تعلیق در آورد. خب اینا انسانن، مثل ترامپ نیست. اگه یه رئیس جمهور مثل ترامپ داشت میگه ما نمیایم برای پول سر یک اینسیدنت، اینسیدنت اکسیدنت یک کمی شدتش بالاتره، اینسیدنت یعنی یه چیزی که اتفاق افتاده. این کشتن این جمال نمیدونم خشوقجی رو میگه اینسیدنت. بعد CIA اومده میگه آقا این مدارک هست، این هست، این هست، باز میگه نه من اینا رو هم قبول ندارم. نمیدونم. رئیس اطلاعاتی ارتش روسیه درگذشت. کدام کشورهای اروپا با پیشنویس برگزیت مخالفن؟ حالا چه مخالف چه موافق دیگه تاکید چیز شده، رأی دادن و رفتن. بخشی از کاروان پناهجویان آمریکای جنوبی به مرز ایالات متحده رسیدن. این آقا روز تنکسگیوین هم به جایی که بره به این سربازا بگه خیلی ممنون که دارین زحمت میکشید و اینها، رفت فقط تعریف خودش کرد که همه گفتن آقا این واقعا نارسیسیزم.
خودشیفته میگن آقا اصلا این یه چیز نداشتیم، وقتی تا حالا نداشتیم همچین جانوری، ما نمیدونیم در ردیف چی بذاریم. دیدید بعضی جانورها وقتا که درسمون خوب نبود نمیفهمیدیم این در قسمت پستانداران هست، در قسمت حشرات هست، در قسمت دوزیستان هست. یه جوکی هم بود، میگفتن معلمه از طرف پرسید که آقا روباه تخم میذاره یا بچه میذاره، گفت آقای معلم از این حرومزاده هر چی بگید برمیاد، هر کاری دلش بخواد انجام میده. اینم همین، اینم یک جانوری نصیب ما آمریکایی‌ها شده که نمیدونیم باهاش چیکار کنیم، اصلا نمیدونیم این اسمش چی بذاریم. نه قانون بلده، نه قانون رو رعایت میکنه. یعنی همون چهار تا قانونی هم که هر سیتیزنی هر شهروندی میدونن این رعایت نمیکنه. من که نمیدونستم الان میخوام با شما حرف بزنم، کارم بکشی به کمربند، کراواتو در بیارم، پیرنو در بیارم. ببینید اینجا همه این میزشون که میشن بیرون، این قانون اساسی دم دست و اینقدر کوچیک و ظریفه. مثلا یه مدتی این تو جیب بغلی کتم بود. قانون اساسی رو همه میدونن که آقا این حق منه، این حق شماست. این مردک نمیدونه، اونایش هم که میدونه رعایت نمیکنه، از بس زیر پا گذاشته. و اون روز داشتم با یه دوست صحبت کردم، گفتم من نمیدونم این چرا با ایرانی ها اینقدر خصومت داره، چون دوباره هم گفت ایرانی ها تروریست هستن. بعدم بی بی سی هی داشت تلاش میکرد که بگه منظور این حکومت بوده نه مردم. اون دیگه الان میاد کثافت اینو میخواد خاک بریزه روش. گفتم لابد یه ایرانی برای این کار کرده، این وقتی پولشو خواسته بخوره ایرانیه، گفته من ایرانیم نمیذارم تو پول منو بخوری، حتی اگه خونم رو بفروشم فلان اینا، رفته پدرشو در آورده. اون وقتا یه چیزای دیگه میگفتن، میگفتن نمیدونم فلان کارش کرده یا فلان زنش فلان کرده، یه چیزای اینجوری بد میگفتن. این چه دشمنی با ایرانی ها داره من نمیدونم. ولی تا اگه با دشمنی با آخوندا داری، آقا برو تحریم هوشمند بذار، پدر آخوندا رو در بیار، پول اونا رو این ور اون ور توقیف کن. ولی الان ببینید وضع دارو، طرف میگه رفتم دندونپزشک، البته ما ایرانیان بد هستیم. آقا هنوز شما دندونپزشک هنوز تحریم انجام نشده، میگه گفته بدون اینکه سوزن بیهستی بزنم با دندون تو بکشم. بابا حالا که داری این دارو رو استفاده کن، از حالا به این بدبختا ظلم میکنی، بدون دارو دندونشونو میکشی. دیدید که قبل از تحریم دلار و طلا و اینا رفت بالا، تحریم که شد تازه نرخه اومده پایین. اصلا همه چی ما ملت میگن به شطور، گفتن آقا تو چرا اینجوری ادرار میکنی؟ گفت آخه من، گفتن چرا فلان چی پسه؟ گفت من کجام چی مثل همه کسه. اینم هم همینه، ایرانی ها عزیوری هم. تحریم که شروع شد تازه نرخ دلار و قیمت آمد پایین. این روشنفکران عقب افتاده ما هم که دلار که رب بالا، گفتن ریزش آخونده، فرو ریزش یا فلان، گفتیم مثل مجاهدی هر سال، میگن امسال سالش، امسال سالشه. این شعر بندری بود. بله، دلار اومده پایین، میگن داره اینا نابود میشه. آخه نمیشه که آقا دلار میره بالا نابود میشن، دلار میاد پایین نابود میشه. خب آخه کر خر اصلا نگو، همینجوری بشین بگو دارن نابود میشن. میگه آقای فرودی هم میگه منظور از نیشن در آمریکا بیشتر دولت ها هستن. آقای فرودی شما یه بار دیگه برگرد بیا برو انگلیسی 101. نیشن یعنی ملت، دولت میشه گاورمنت. یعنی چی نیشن یعنی دولت ها هستن؟ چرا مسخره بازی در میاری؟ چرا دروغ به خودت میگی؟ خجالت داره واقعا. نه آقا، نیشن یعنی ملت. خب اوکی، این دارم عکس دیواری رو که گذاشتن نگاه میکنم، مال مرز مکزیکو اینجا. بعد اینا چجوری ازش دارن بالا میرن، مکزیکیه اصلا اینجوری از این دیواره بالا میره میاد اون، و پشتش سربازا دارن سیم خاردار میذارن. خیلی که اینجور باشه میره تو دریا شنا میکنه، از این بر میاد این بر. خب اینم از این.
میگه که متاسفم برای هموطنانی که چشم بسته از این جانور دفاع میکنه. آی گفتی آقای اکبری من اصلا شاخ در میارم وقتی مثلا دیدم این آقای هروی این همه مطالعه، این همه تحقیق، اینها یه دفعه طرفدار ترامپ شد. دوستای دیگه داشتم دیدم یه دفعه طرفدار ترامپ شد. حالا این دکتر حمزه پور دیوانه ما اینو میشناخت. یه دوست دیگه ای داریم اینجا، یه خانم خیلی تندرویه که حتی شوهرش رو دیدم چند مدت پیش توی مال. گفتم چه حال چه خبر؟ گفت آقا اصلا من قید این زدم، میاد خونه میخوابه، بلند میشه میره برای ترامپ. اینجا جای تاسف که یه کسی میاد اینجوری دروغ میگه، نه میکن اب نداره. آقا دیدید قدم به قدم اینا رو آورد جلو. گفتن آقا این نوار داره که میگه ما فلانجای زنها رو میگیریم. گفت خب آقا فلانجای زنها رو میگیره، ما که کاری به این نداریم که این نمیخواد برای ما، این میخواد دولت رو ران کنه. همچین که حالا دیگه یکی یکی دیدید کجاها رو داره دست میذاره خراب میکنه. قانون اون به اصطلاح دادگاه، گفتم چی بود دادگاه عالی نوشته بود، چرا من این اسم سوپریم کورت رو به ایرانی هی یادم میره، خوشنودی برام نوشته بود، دیوان عالی، دیوان عالی. خب چرا نمیگنش دادگاه عالی، دیوان عالی. دیوان عالی اینجا رو انگولک کرده، نماینده ها و اینا رو مسخره میکنه. ارتش طرف رفته بن لادن رو کشته، میگه اینا کاری نکردن. خب حالا خودت احمق الان در صدر کار هستی، مگه نگفتی من امروز که بیام تا شب بن لادن و طالبان و اینا رو از بین ببرم؟ الان از روزی که ترامپ اومده دوستانی که از این حمایت میکنی، چند تا از این سران طالبان و نمیدونم بن لادن و فلان اینا که دارن یل یل میگردن، این کشته و گرفته و اسیر کرده. نمیدون. بله اینم از این. و اون آقای فرهودی همین پسر این آخونده داره یه پولی بهش میده، هفته یه بار میان میشینه، چقدر هم قربون صدقه هم میرن. خب حالا بگو ببینم روح الله عزیزم دیگه کراوات هم نمیزنه، متوجه شدید؟ آقای فرهودی کراوات هم نمیزنه، یعنی اون پسره بچه آخونده مجبورش کردی کراوات هم نزن. حالا ما کراواتمون در آوردیم، میگن حالا خودش کراوات نداره اینجوری میگه برو. کراوات ما دستخوش هیجان شد. آقای رجبی میگه با درود بر شما آقای سربی عزیز، گرفتاری ما همین تحریفگرهایی هستند که همزمان هستند اما هموطن نیستند. هموطن هم هستند. من یه سال دو سال میگم آقا شما اگه طرفدار ترامپی بیا اینجا صحبت کن ما بفهمیم چی تو مغز تو هست. نمیان، چون میدونن، میدونن کارشون کار زشتیه. یواشکی چیزش میکنن، حمایتش میکنن، ولی به مردم که میرسه صداشون در نمیاد. خب این هم از این. و ببینیم باز نوشته ها چی گذاشتیم. عجب این برنامه ما رو فلج کرده امروز. سپاه پاسداران گفت پایگاه آمریکا در منطقه گوشت زیر دندان ما هستن. و اما سربی تکستی فرستاده برای خودش، میگه که mother had no other choice but to sell her 6-year-old daughter. میگه این مادر گزینه دیگه، راه حل دیگه، چاره دیگه نداشت جز اینکه دختر 6 سالشو بفروشه. این تو افغانستان. اون یکی اون روز کجا بود؟ دختر 17 ساله رو فروخته بودن روی فیسبوک. دنیا الان با این مشکل مواجه است. میگن فکر کنید درباره دنیا، عمل کنید از خونتون، از کوچه‌تون. خب ببینیم که این دوستان اینجا بعدش دیگه چی نوشتن. بریم به نوشته‌های خودم. میگه آیا فکر میکنی انسان‌ها اینطور نیستن؟ اینم میخواستم بهتون نشون بدم. متاسفانه میگم الان اینجوری شد. یک گاو میش میگن، این گاوای بزرگ اینجا بایسن بهش میگن، و که بار میبرن، شخ میزنن، اینها شاخ بلندی هم دارن.
یک آدم کوچولوی بند گرفته اینجاش، میارتش، گاریشو که ور میداره خود گاوه با شاخ میزنه. دیدید این سر گاری ها یه چرمی بود، اینو میندازه رو شونه خودش. گفتم والا ایشون نوشته، آیا فکر میکنی انسان ها اینطور نیستن؟ گفتم ای کاش انسان ها اینجا بودن. شما چند سال منو میشناسی؟ آقا این دوستمون از خلیج فارس فرستاده. چند بار شما شنیدی که من راجع به تلفن پیام گذاشتن، هدف من از پیام گذاشتن اینو به دوستان بیننده توصیه کردم. بعضی های کلمه توصیه رو اشتباهی میگن توسعه. توسعه یعنی منتشر کردن و پهنا و نمیدونم بزرگ کردن. توصیه از کلمه وصیت میاد، یعنی سفارش کردم، نصیحت کردم، پیشنهاد کردم که آقا خانم وقتی زنگ میزنی اگه میخوای پخش نشه همین اولش بگو این پیام برای خودت، بعد اگه دوست داری اسمتو بگو، بعد دوست داری شمارتو بگو، بعد هدفت از تلفن چی بوده. اون وقت این گاوو نشون میده، میاره خودش وای میسه، میره اینو میذاره رو شونش، گاوه با شاخش اینو گاری و اون بندو میندازه اینجاش، قشنگ آدم میمونه توش. خب دیدید دیگه، بزو ترین میکنن روی بند را میره، سگو ترین میکنن، جدول ضرب بهت میگه، میگه 2 ضرب در 3 = 6 جوابشو میده. من اینو سر پل فرح سالها پیش یه سیرکی گذاشتن، ما دوزی هم رفتیم داخلش، فرار کردیم با داداشمون به سرامون اینا از اون زیر و اینا. فکر کنم چند ساعت زودتر از این که سیرک شروع بشه که اینا سکیوریتی و ایناشون بیاد ما رفتیم. حالا چه فکری داشتیم اون موقع، رفتیم داخل از اون دوربرش که بسته بودن. اون موقع هنوز شما همینجا دیدید مثلا یه برنامه هست، حالا دیگه از فردا همتون نرید، هیچی نمیگه. قبل از اینکه اون سکیوریتی ها بیاد و فلان و اینها، شما میتونی خیلی معمولی بری، هیچ کم کاری بهت نداره. ولی همچین که 2-3 ساعت قبلش رسید، بله یه بسته دیگه برام اومد. ببینی این هر روز پست چی میاد، یه چی میندازه اینجا، هی باید پول خرج کنی. این میدونم این یه پایه دوربینه که گرفتم که این دوربینه رو شما دیدی گذاشتم اینجا، کشیدمش اینجا، اونه بذارم روش. حمایت یادتون نره. و اما آیا فکر میکنید انسان ها اینجوری نیستن؟ بعد بهشون گفتم آقا ای کاش انسان ها اینجوری بودن. گفت منظور من اینه که انسان ها هم اینجوری هستن، بدونی که بدونن، بدونی که بخوان کارایی رو انجام میدن و به دیگران سواری میدن. گفتم آه، حالا بحث خیلی بازتر شد. آیا هنوز به بودن عقل و فعالیتش خارج از توان انسان مانند بقیه اعضا بدن باور ندارید؟ آها، میدونید که وقتا میگفتن فقط قلب هست که کنترلش دست ما نیست، خودش کار میکنه. این دوستمون ثابت کرد که آقا عقل ما هم کنترلش دست خودمون نیست. با برنامه‌ای به نام عقل بشر، برنامه شماره 77ش رو تبریک میگم، 77 هفته. حالا چند هفته ما برنامه نذاشتیم یا ایشون برنامه نفرستاده، ولی برنامه شماره 77 چهارشنبه اجرا شد. ایشون صدا میفرسته با عکس، من اینجا پخش میکنم، شما هم میتونید به این صورت برنامه داشته باشید. اینم از این ماجرا. و اما اینم یه ویدیو بود که میخواستم نشون بدم. بله فرخ هم که پیامش اینجاست، حالا اگه هستش من آره یه کمی از اون چیزا رو پخش میکنم. الو فرزا جون، فرخ هستم. نزدیک 3 صبح خوابم نبود. حالا یه چیزی دیدم، صداشو برات پخش میکنم. یه تنگیه درباره این اعتصاب کارگرا که با لهجه شیرین شیرازی گفتم، اگه دوست داشتی گوش کن یا پخش کن. مرسی. یه برسه سلام نخسته موازن مخلصم کتبسته بخوام بسته. نه دندون ها شکسته، لحظه هم که آسته و از پسو حالا زنش بسته. بس خیلی ممنون. اینو من ویدیوش هم دیدم و خب دیگه هیچ عیبی نداره که جوک بگن، طنز بگن، ولی باز یادشون باشه که مثلا تظاهرات هست، اعتصابات هست و الی آخر. ممنونم از شما. سیستم فرخ هم مثل خود ما امروز. و
وقتی دیده نمیتونه ویدیوشو بفرسته اینجوری به اصطلاح صداشو فرسته. ممنونم آقای فرخ و خوشحالم که اقلا ساعت 3 بعد از نصف شب اگر خوابت نمیبره باز یه شماره تلفنی هست که تماس بگیری صحبت کنی. ترامپ شریک ثابت قدم عربستان سعودی میمانیم و اون خبری که یک دختر سودانی در فیسبوک به حراج گذاشته شد، یکی از دوستان گفت آقا اگه میشه مقداری بیشتر برامون بخون و توضیح بده. آقا چه توضیحی داره؟ این نشون میده که بشر در قرن 21 هم هنوز آدم نشده. توضیح میده بعدم فیسبوک واکنشش اینه. واکنش فیسبوک به این اتفاق، سخنگوی فیسبوک در واکنش به این اتفاق اعلام کرد هر نوع قاچاق انسان در قالب پست‌های فیسبوکی، صفحات، تبلیغات، گروه‌ها در فیسبوک مجاز نیست. پست را حذف کردیم و حساب کاربری متعلق به فردی که این مطلب را در فیسبوک قرار داده بود به طور دائمی غیر فعال شد. ما همیشه در تلاش برای بهبود روش‌هایی که ما را به شناسایی محتویاتی که سیاست‌های این شبکه را نقض می‌کنند هستیم، از جمله اینکه تیم امنیتی را دو برابر کرده و بیش از 30,000 نفر به بیش از 30,000 نفر یا 20,000 نفر رسانده ایم. همچنین به دنبال تکنولوژی‌های جدیدی در این باره هستیم. وی در ادامه افزود ما برای اولین بار در روز 9 نوامبر از وجود این پست در فیسبوک مطلع شده و آن را حذف کردیم، چرا که خط مشی ما را در قبال قاچاق انسان نقض می‌کرد. ما در مورد قاچاق انسان بر اساس 3 دست استانداردهای جامعه عمل کرده و به شدت با قاچاق مخالفیم. این استانداردها عبارت از 1 افراد و سازمان‌های خطرناک، 2 ترویج و تبلیغ جرم و جنایت و 3 مسائل آسیب زننده. یعنی ما یک خط مشیایی داریم ولی اونا بعضی وقتا زیر آبی میاد. خب سعید نوشته سوربی من مکزیک هستم. تمام هفته رسانه‌های ترامپی میگفتن ترامپ مرزهای مکزیک را بست. من از چهارشنبه تا به حال 3 بار با ماشینم وارد و خارج شدم، رفتم سان دیگو و برگشتم. اینم از این. آقا دروغ میگن، دروغ میگن. یه سری من این همین سی ان ان و اینا رو مسئول میدونم که چه تبلیغای مجانی برای این ترامپ انجام دادن. همین الان این آقایی رو که آوردن گذاشتن توی اترنی جنرال به عنوان دپوتی یا اکتیو فلان، همینو سی ان ان انقدر پروموت مجانی و شبا باهاش صحبت کرد که ترامپ احمق هم دید گفت آها این خوبه، این کسیه که نمیذاره من برم زندان، اینو بیارین، اینو گذاشته اونجا. که البته تنها شکری که من روز شکرگزاری اینجا کردم همین که از دست این آخوندهای نکبتی در رفتیم اومدیم اینجا و اینجا بازم یه قانونی داره. قانونش چیه؟ شرف همین آقای رابرت جاج چیف جاستیس که میاد میگه ای ترامپ، ما اینجا قاضی اوباما، قاضی جورج بوش، قاضی کلینتون، قاضی ترامپ نداریم، ما اینجا قاضی دادگاه داریم. الان دعواش ترامپ، چرا اینجوری گفتی؟ لاته چاقو که اگه چاقو ممکنه چاقو هم زده باشه به اینون، این انقدر نامرده، خدا میدونه به کیا زده و کشتتشون و یه جوری پول داده به یه کسی و اینها. ولی این مرز مکزیکو فلان و اینها امکان نداره اینا بتونن ببندنش. آقا 2000 مایل، نه 2000 مایل چجوری میخوان ببندن؟ میگه آقا دیوار چقدر میزنی؟ 20 فوت. من یه نردبون 22 فوتی میخوام. دیوار چقدر میزنی؟ 1000 فوت. من زیرشو میکنم تونل میام. به این موضوع کاری ندارم ولی فیسبوک جدیدن خیلی زیاد روی میکنه. خب همینه دیگه، آزادی داد، بعضی ها از آزادی سوء استفاده میکنن. جریمه اونایی که سوء استفاده میکنن آدمای معمولی بعضی وقتا میدن. اینم از این ماجرا. دوستان عزیز اجازه بدین ما همینجا با شما خداحافظی کنیم. دوشنبه با شما خواهیم بود و دوشنبه ساعت 12 ظهر
به وقت نیویورک برنامه اون شروع میشه با کانون آوا. یه دوستی همین دوست اون آقای سیاوش عرب گفت که من مجاهد بودم جدا شدم و اینجوری و اینها، گفتم که خب میتونی با کانون آوا تماس بگیری؟ گفت نه من خیلی وقت پیش جدا شدم. گفتم والا من نمیدونم چجوری کمکت کنم. من بله اینجا یه بار میگم آقا خانم، این آقای سیاوش عرب برید روی فیسبوکش نگاه کن، مشکل داره اینجوری و اینها، بعضی ها میگن دیوونه است، بعضی ها میگن زده به مغزش، نمیدونم. من اینو میگم ولی اگه بخوای برنامه پخش کنی اینها باید هزینهشو بدی، یا با کانون آوا تماس بگیر چون مجاهد جدا شده هستی شاید برات کاری بکنن. گفت نه آقا کانون آوا میگن مال ملا ها. گفتم همینجا وایسا، برفرض که مال ملا ها، اگه به تو وقت میده تو داری با پول ملا ها برخلاف ملا ها صحبت میکنی، درسته؟ کجای دنیا همچین چیزی بهت میدن؟ گفت راستم میگی شما ها. گفتم حالا دیدی؟ من به بعضی ها میگم آقا مگه به شما نگفتن تلویزیون مردم مال آخونداست؟ به همین دلیل ما ارزون میدیم، شما بیا برخلاف آخوندا از صبح تا شب صحبت. من روزی یه ساعتم نیستم اینجا، روزی 23 ساعت ما اوپنینگ و اویلیبیلیتی داریم، یعنی شما روزی 23 ساعت میتونی برنامه بگیری. شاه و لایای ترسو، لازم نیست 3 صبح 2 صبح نمیدونم وقت زنگ بزنی تلفنتو لاک کنی فوش بدی، بیا بشین مردک زنک از صبح تا شب فوش بده با آخوندا، از صبح تا شب تعریف شاه و لایه رو بکن، تعریف شاه بکن. پس این اگرم فکر میکنی که مردم تیوی بیننده نداره، چرا نشستی اینجا خودت اذیت میکنی؟ برو جای دیگه. بازم از این که با ما بودید ممنون و متشکرم. امروز جمعه هست، فردا شنبه و یه شنبه تعطیله. فردا قرار من برم یه عروسی و از اونجا چندین ساعت برنامه زنده پخش کنیم رو چند تا تلویزیون، باورتون میشه؟ من فکر کردم از طرف اجازه بگیرم رو تلویزیون مردم هم پخش کنم، حالا ببینیم فردا چی پیش میاد. پس تا فردا، به یکی گفتم چی گفتم پس فردا نیومد، گفتیم آقا چی شد؟ گفت خودت گفتی پس فردا. گفتیم نه آقا، گفتیم پس تا فردا. حالا بمال این، بعد میگه یه خاطره هم از آقای افشار خیاط دارم در مسنجر براتون میفرستم. خیلی ممنون، متشکرم، بفرستید یادش بخیر. ما میگم من چون اون دوستام بهروز قاسمزاده و اینها توی 30 متری بودن، اونجا پارچه میخریدیم میبردیم میدادیم، میدوخ برامون، از همون 2-3 بار بیشتر برای ما پیرن ندوخ. بعد با اونوری اون کارش یک جورای بهتر بود، با اون دیگه چیز کردیم، اسم اونم متاسفانه یادم رفته. خب روز روزگار بر شما خوش و به امید این که واقعا روزهای بهتر، آینده روشن‌تر، نه فقط برای من و شما، برای من و شما و خانواده‌هامون، خانواده بزرگمون ایران، خانواده بزرگترمون انسانیت، کره زمین، دنیا، هر چی که بگید. شما هم دعا کنید، شاید اگر به دعای گربه سیاه تا امروز بارون نیامده، به دعای گربه سفید بارون بیاد. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.